رزیدنت ایول 9، سوم شخص یا اول شخص؟ سلام، من نیما هستم و خوش اومدید به کانال خودتون و این ویدیو که قرار راجع به دوربین بازی رزیدنت ایول 9 با هم دیگه صحبت کنیم و بگم که چرا شخصا فکر میکنم که رزیدنت ایول 9 دوربینش به صورت اول شخص قرار دنبال شه، حتی با لیک هایی که اخیراً اتفاق افتاده راجع به کاراکتر این بازی، که خب یه ویدیو من راجعش ساختم و گفتم که کدوم کاراکترها قراره توی رزیدنت ایول 9 حضور پیدا کنن، که خب اگه اون ویدیو رو ندیدید لینکشو میذارم بالا، این ویدیو رو حتما ببینید بعد این ویدیو رو که قشنگ متوجه بشید. اما خب به نظر خودم رزیدنت ایول 9 به صورت اول شخص قراره دنبال شه، حالا چرا در ادامه بهتون میگم. خب در ابتدا باید برگردیم به نسخه هفتم این بازی، که خب کپکام برای قسمت هفتم دوربین اول شخص رو انتخاب میکنه، اونم به خاطر اینکه میخواسته این بازی ترسناکتر بشه و به ریشه های خودش برگرده، میخواسته فیتیله ترس رو بکشه بالا و خب توی همچین انتخابی دوربین اول شخص کارآمدتره تا دوربین سوم شخص. شما توی زاویه اول شخص بیشتر میترسید، جامپسکرا خفن‌تره و خب ترس واقعا اگه میخواد واقعی اتفاق بیفته که شما زهرتون به ترکه، دوربین باید اول شخص باشه. به خاطر همینم تو نسخه هفتم قش کردن به سمت دوربین اول شخص. اما خب ما در ادامه دیدیم که دوربین دست نخورد، همون اول شخص باقی موند، اما انتخابا سیاستا تغییر کرد. تو نسخه هشتم دیگه ما اونقدر ترس رو نمیبینیم و یه تعادل و یه بالانسی اومدن برقرار کنن بین اینکه اکشن بازی چقدر باشه و ترسش چقدر باشه، که خب بازم اکشن بازی میچربید به ترسش و مثل نسخه هفتم نبود که خیلی ترسناک باشه. اما خب چرا؟ شخصا بر این باورم که نسخه نهم هم به صورت اول شخص قرار دنبال شه. خب اگه به گذشته این عنوان برگردیم و یه نگاهی به عقب بندازیم، میفهمیم که کپکام توی نسخه شماره دار این بازی، یعنی قسمت اصلیش رزیدنت ایول 1، 2، 3 همینجوری تا 8، هر دفعه به صورت سه قسمت می اومده و مکانیک های جدیدی رو معرفی میکرده و اون سیاستی که همیشه توی بازی قبلی داشته رو تکرار نمی کرده و سه قسمت عوضشون می کرده. مثلا توی رزیدنت ایول 1، 2 و 3 کپکام دوربین ثابت داشت استفاده می کرد، اما توی نسخه چهارم اومد و زاویه دوربین رو تغییر داد، یه انقلابی به پا کرد، زاویه روی دوربین روی شونه رو آورد، که توی پنجم هم همین اتفاق افتاد و توی نسخه ششم هم همون بود، یه مقدار مکانیک ها تغییر می کرد اما زاویه دوربین همون بود. و دوباره توی نسخه هفتم میان انتخاب جدیدی میکنن و بازی رو به صورت اول شخص در میارن و خب نسخه هشتم هم اول شخصه. اما نسخه نهم که الان قراره بهش برسیم، به خاطر همین سیاست من فکر میکنم که به صورت اول شخص دنبال بشه و در ابتدا بازی اول شخص بشه. چرا میگن در ابتدا؟ چون من مطمئنم که این بازی سوم شخص هم هست، همونطوری که اویل 7 سوم شخصش اومد، اویل 8 سوم شخصش خودشون دادن، یعنی هر دوتا دوربین رو داره کپکام میاره و اگر هم بازی رو بخواد سوم شخص بذاره حتما مود اول شخصش هم میذاره، اون مود هم بهش اضافه میکنه. ولی خب بازی احتمالا چون سگانه بوده تغییر سیاست نده و طبق همون سیاست پیش بره، به صورت اول شخص همون ابتدا دنبال شه و در ادامه دوربین سوم شخص هم بهش اضافه کنن. از اونجایی که ما شنیدیم دوتا کاراکتر توی بازیه، زاویه سوم شخص هم میتونه جالب باشه و اول شخص هم میتونه جالب باشه، اینکه ما اگه دوتا را بتونیم همزمان کاراکتر رو دنبال کنیم توی دوربین اول شخص ندیدیم که سویچ اینا چجوری قرار اتفاق بیفته و خب این میتونه جالب باشه. و من به خاطر همین سیاست کپکام بر این باورم که بازی به صورت اول شخص میاد، اما خب در ادامه مود سوم شخص هم بهش اضافه میشه و ما میتونیم بازی رو به صورت سوم شخص هم بازی کنیم، که واقعا کار کپکام خفنه. واسه بازیش میاد دو تا دوربین تعریف میکنه که اصلا اول شخص بازی میکنی یه حالی میده، سوم شخص همون بازی رو که اول شخص درست شده رو بازی میکنی یه کیف دیگه ای هم میده، که این واقعا خفنه و نشون میده که کپکام تو این سال چقدر داره خوب کار میکنه و مسیر رو پیدا کرده. و اما خب نظر شما چیه؟ به نظر شما توی رزیدنت ایول 9 کدوم دوربین رو در ابتدا میبینیم، اول شخص یا سوم شخص؟ و اینکه شخصا شما دوست دارید کدوم دوربین رو از ابتدا در اختیار داشته باشید و بازی بر پایه اون ساخته بشه و بعد مود بعدی اضافه بشه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب چنل بچه فراموش نشه. دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.